فیلم جنجالی پانیپت در شهرهای گوناگون هند روی پرده سینما رفت. نشر تریلر این فیلم که موضوع آن هجوم احمدشاه عبدالی به هند است، در هفته‌های اخیر واکنش‌های گسترده را در افغانستان برانگیخت. فراورده‌های سینمای بالیوود در افغانستان از محبوبیت ویژه برخوردارند، طوری که مردم افغانستان برای تماشای فیلم‌های تازه‌ای که در بالیوود تولید می‌شوند در شهرهای مختلف لحظه شماری می‌کنند. اما بسیاری ها در افغانستان پیش از اکرام فیلم پانیپت با بازیگری سنجیده در نقش احمد خان عبدالی و ارجون کپور در نقش سپهسالار مراتها چنین پیش بینی کردند که این فیلم چهره نامناسب از احمدشاه به نمایش گذاشته است. واکنش ها در افغانستان گوناگون بودند. منشأ بخشی از این واکنش ها از نگاه حرمت آمیز بر روایت تاریخی رسمی که در آن احمدشاه عبدالی مورد ستایش قرار دارد سرچشمه می گیرند. شمار دیگر ساخت فیلم های چون پانیپت را به لحاظ اثرات منفی سیاسی این فیلم ها بر روابط دیپلماتیک و فرهنگ هند و افغانستان بررسی کردند. شمار دیگر نیز در مخالفت با این نظریات حق بازخوانی روایت تاریخی را حق مردم هند دانستند و از کاربران خشمگین خواستند تا به حق خود مختاری ملت ها در بازخوانی رخدادهای تاریخیشان احترام بگذارند. احمدشاه عبدالی در روایت رسمی تاریخ افغانستان از حرمت خاصی برخوردار است و به نحو بنیانگذار افغانستان پنداشته می شود. اما در هند به علت 7 بار حمله به این کشور که میان سالهای 1748 و 1767 اتفاق افتادند از او به عنوان متجاوز یاد می شود. فیلم پانیپت درباره جنگ سیوم پانیپت است که در آن احمدشاه عبدالی پس از جنگ خونین بر لشکر مراتها پیروز می شود. من هم امروز با توجه به واکنش ها در افغانستان برای دیدن این فیلم به سینما رفتم. اشتیاق تماشاچیان هند برای تماشای این فیلم اما بسیار اندک بود. معمولا در روز اول نمایش فیلم های هندی تیکت های فیلم ها فروخته می شوند و سالن های سینما پر می شوند. اما در روز اول نمایش این فیلم در یکی از سالن‌های مهم شهر چندیگر بیش از 90% چوکی‌های سالن خالی بودند. فیلم برخلاف نگرانی که در افغانستان خلق شده بود و برخلاف روند جدیدی که در فیلم‌های هندی اخیر آغاز شده است، با جنگ پانیپت و احمدشاه عبدالی برخورد محتاطانه‌ای داشت. در این فیلم از فجایع خونین رخداد پانیپت که در آن گویا پس از ختم جنگ هزاران حسیر مراتها از دم تیغ گذرانده می شوند خبر نبود. احمدشاه عبدالی در این فیلم برای جنگ پانیپت انگیزه ای ندارد و با تحریک و نیرنگ نجیب الدوله یکی از قدرت های وابسته به دربار مغولی هند که از قدرت گیری مراتها و سستی حکومت مغولی در هند نگران است و با همکاری شجاع الدوله یکی از نواب های هندی ناخواسته وارد این جنگ می شود. مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر. ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ عبدالی. بر اساس روایت این فیلم، خالی بودن خزانه احمد خان عبدالی و تصرف ثروت‌های افسانوی هند از انگیزه های اصلی هجوم احمد خان به هند است. حتی پیش از شروع جنگ پانیپت، احمد شاه عبدالی از سپهسالار مراتها درخواست صلح میکند و می گوید که اگر دهلی را به او واگذار کند از جنگ دست می کشد و دوباره به قندهار برمی گردد. سپهسالار مراتها می گوید که مرز میان هندوستان و افغانستان اتک است و لشکر او باید در آن سوی مرز اتک باشد، که اشاره ظریف به دایه معروف مالکیت افغانستان بر اراضی شمال پاکستان دارد. رد این شرط احمدشاه دورانی باعث می شود تا جنگ به وقوع بپیوندد. در پایان فیلم احمدشاه عبدالی برای دیدن سپهسالار زخم خورده و مغلوب مراتها به میدان جنگ می رود. با آنکه او احمدشاه عبدالی را در آخرین رمق حیاتش با شمشیرش در حالی که بر زمین افتاد از زخم می زند، احمدشاه اما تحت تأثیر شجاعت او قرار می گیرد و با او برخورد حرمت آمیز دارد و پس از آن امر برگشت سپاهش را می دهد. در پایان فیلم شاه مراتها از احمدشاه عبدالی نامه‌ای دریافت می‌کند که در آن احمدشاه از شجاعت و دلاوری مراتها به نیکویی یاد می‌کند و می‌گوید که دیگر با آنها جنگ ندارد. فیلم با این جمله با پایان می‌رسد.
احمدشاه عبدالی دیگر هرگز به هندوستان بر نگشت. در این فیلم از کلیشه هایی که در فیلم کابل اکسپریس، پدماوتی و کیساری که در این فیلم ها کلیشه هایی چون بیرحمی یکی از اقوام افغانستان در فیلم کابل اکسپریس، خونخواری شاهان مسلمان در فیلم پدماوتی و زن ستیزی و وحشیگری قبایل در فیلم کیساری نمایش داده شده بود خبری نیست. همان طوری که شماری از راجاهای اندی به لشکر مراتاها خیانت می کنند و میدان جنگ را رها می کنند، فرمانده توپخانه مراتاها مسلمان به نام ابراهیم عابد است که تا پای جان در کنار سپهسالار مراتاها در برابر لشکر احمدشاه می جنگد. یکی از بیوه های یکی از نواب های مسلمان نیز به لشکریان مراتاها در این جنگ یاری می کند. در این فیلم به مسئله مسلمان و هندو با احتیاط برخورد شده است. هرچند در جای در لشکر احمدشاه عبدالی انگیزه اسلامی را در جنگ به گونه ملایم نشان می دهد، اما بر روایت این فیلم احمدشاه دورانی جز گسترش قلمرو حاکمیتش و چاپاول ثروت های هند انگیزه دیگری ندارد. این فیلم با روحیه ناسیونالیزم معاصر ایندی، البته با نگاه وسیع به حضور حق و مذاهب هند ساخته شده است. در این فیلم لشکر مراتاها با روحیه دفاع از هندستان با همکاری سکها، راجپوتها و مسلمانان می جنگند. در این فیلم معلومات نادرست تاریخی نیز قابل بررسی هستند. نام معاصر افغانستان بر قلمرو وسیع امپراتوری احمدشاه عبدالی نسبت داده شده است. جنگ افغانستان و هندستان خوانده شده است. احمدشاه عبدالی در این فیلم شاهنشاه افغانستان خوانده می شود و لشکر او لشکر افغانی نامیده می شود که با واقعیت تاریخی هویت جغرافی امپراتوری او و سپاهیان او همخوانی ندارد. یکی از نخستین آثار هنری که در آن افغانها در این بازنمایی شدند قصه کوتاه کابولیوالا است. این اثر که از روی آن در سال 1957 فیلم به زبان بنگالی و سپس در سال 1961 به زبان هندی ساخته شد، نخستین اثری است که به روایت یک خانواده افغان مهاجر مقیم کلکته می پردازد. پس از آن در فیلم های چالیا، زنجیر و خداگوا دوباره چهره افغانها در سینمای هند به نمایش در می آید. در این فیلم ها افغانها انسانهای خونگرم با وفا و شجاع نشان داده می شوند. نخستین فیلمی که در آن کلیشه های ناخوشایند از مردم افغانستان ساخته می شود، فیلم کابل اکسپریس به کارگردانی کبیرخان است که خود ریشه های پشتونی دارد. پس از آن ساختن کلیشه های منفی از افغانها در سینمای هند در فیلم های پدماوتی و کیساری ادامه می یابد. بازنمایی این کلیشه ها اما با نشر تریلر فیلم پانیپت در هند نیز با انتقادهای روبرو شده است. پس از نشر تریلر فیلم پانیپت، شماری از نویسندگان هندی در حساب‌های توییتریشان علیه این فیلم موضع گرفتند و آن را باعث خدشه‌دار شدن روابط حسنه سیاسی و فرهنگی میان هند و افغانستان دانستند. رسانه‌های هندی نیز به نشر مطالب درباره برخورد احتیاط آمیز با تاریخ روابط افغانستان و هند پرداختند.